اینها تصاویر دو فرزند و یک برادرزاده عبدالحنان شهروند افغان است. قربانیان بمباران قندوز در شمال افغانستان در سال 2009 میلادی. حمله جنگنده ها به تانکرهای سوخت و به فرمان سرهنگ آلمانی جورج کلاین صورت گرفت که فرماندهی منطقه را بر عهده داشت. آنچه آلمانی ها به سر ما آوردن وحشتناک بود. آدم ها در آتش می سوختند و همه جا پر از زخمی بود. بمباران قندوز دست کم 100 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت که افراد غیر نظامی زیادی از جمله کودکان هم جزو قربانیان بودند. عبدالحنان gab sich damit nicht zufrieden. عبدالحنان علیه دولت آلمان به عنوان مسبب اصلی کشتار در قندوز به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. اما حالا دادگاه شکایتش را رد کرده و گفته به توجیهات آلمان برای دستور حمله اعتماد می‌کند. راینر روپ افسر سابق ناتو با انتقاد از رأی دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گوید: حقوق بشر، دموکراسی و اینطور مقولات ابزاری برای کشورهای غربی تا نظم لیبرالیستی مورد نظرشون رو در دنیا پیاده کنند. اونها کشورهایی رو که مایل نباشن در این نظم قرار بگیرن بی‌ثبات می‌کنند. با گذشت 12 سال از بمباران شمال افغانستان و کشتار غیر نظامیان به دستور فرمانده آلمانی، دولت آلمان هیچ مسئولیتی رو نپذیرفته و پرونده این حادثه رو هم مختومه اعلام کرده. در این حال آلمان همچنان به حضور نظامیان خودش در افغانستان با ادعای برقراری صلح اصرار داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.